همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو. بابک، آخرین تحولات رو از احتمال آتش‌بس از خودت بشنویم لطفاً. از آنچه که ما صحبت میکنیم توافق و پیشنهادی هستش که به گفته جو بایدن، بنیامین نتانیاهو از طرف اسرائیل به میانجیگرها قطر، مصر و ایالات متحده اون را ارائه کرده، اون را قبول کرده و اکنون حماس هستش که باید اون را بپذیره. طبق گفته های جو بایدن در سه مرحله این توافق انجام میشه. مرحله اول تبادل گروگان های سالمندان هستش و زنان، و در مرحله دوم آتش بس دائم و تعویض بقیه گروگان ها، و مرحله سوم تعویض اجساد و بازسازی و آغاز بازسازی غزه. در حالی که خود نتانیاهو میگوید که در صورتی جنگ کاملا به پایان خواهد رسید در مرحله دوم که دیگر حماس هیچ گونه سلطه نظامی و اجتماعی و سیاسی در نوار غزه نداشته باشد. در عین حال همانطوری که گفتین روزنامه الشرق میگوید، این هنوز بیانیه رسمی خود حماس نیستش، اما طبق گفته الشرق حماس طرح اسرائیل برای توافق آتش بس و تبادل اسرا را که جو بایدن اون را مطرح کرده بود رد کرده. این گروه میگوید که این طرح به طور اساسی با اون پیشنهادی که جو بایدن توصیف کرده کاملا متفاوت هستش. به گزارش روزنامه سعودی الشرق دیروز حماس یک نامه ای برای گروه های فلسطینی ارسال میکنه و در این نامه که به دست این روزنامه رسیده نوشته شده که توافق تضمین کننده آتش بس دائمی نیستش. به گفته حماس طبق این توافق نیروهای اسرائیلی در نوار غزه باقی خواهند ماند و زمانی که گروگان ها را به دست آوردند جنگ و نابودی علیه فلسطینی ها را از سر خواهند گرفت. دقیقا نقطه‌ای که جدا میکنه طرحی را که آقای نتانیاهو ارائه کرده و آنچه که حماس باید قبول بکنه همین هستش. یعنی اینکه حماس میخواهد که با آغاز گفتگوها یک آغازی بر پایان جنگ رقم بخوره، تمامی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج بشن و بازسازی غزه آغاز بشه. آنچه که نتانیاهو از همان روز اول جنگ اعلام کرده پیروزی مطلق به گفته او بر حماس هستش و اینکه دیگر غزه و نوار غزه هیچ نوع تهدیدی برای اسرائیل نباشن و گروگان‌ها در این حال آزاد بشن. اما آنچه که جو بایدن میگوید نگاهداری حماس در نوار غزه هست و پایان کامل جنگ هستش. در هر صورت همانطوری که گفتید کانال 11 اسرائیل میگوید که کابینه جنگ این کشور تصمیم گرفته که هیچ هیئتی از اسرائیل تا زمانی که پاسخ رسمی حماس به دست اسرائیلی ها نرسیده به دوحه اعزام نشه. ممنونم از توضیحاتت بابک اساقی، همکارم از تل آویو.